وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج حجا هذا كنين حجرة بصورة كامل والعمرة عمرة لله خالص از برای الله حج عمرة خالص بخاطر کی کنین؟ الله بخاطر مردم حج نکنین ولی اکثریت چی میگه؟ بچین پیسه جمع که کل اگواجی شد ممان فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اگر منع شدین شما منع شدین از حج یا عمره در یک جای دشمن یا مریضی فما استيسر من الهدي واجب است به بالایتان آنچه که آسان است از قربانی ذبح کنید ولا تحلقوا رؤوسكم حل نتراشین سرایتان را حتی یبلغ الهدی محله تا اینکه برسد قربانی در اون جای حلال شدنش که حرام است یا جایی که منع میشه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه هر کسی شما مریض باشد یا باشد به با آدم تکلیف از سرش باشد ففدیه واجب است به بالای فدیه من صیام از روزه سه روز روزه او صدقه یا صدقه و نسک یا قربانی فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج هر وقتی که به امن شدین یا دشمن به امن شدین یا در اول بودین فمن تمتع هر کسی که فایده گرفت به عمره الى الحج به امره حج فما استيسر من الهدي واجب است آنچه که آسان است از قربانی فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج کسی که پیدا نکرد قربانی واجب است به بالای زیر روزه گرفتن سه روز در جریان حج پیش از حج و سبت ندا رجعتم هفت روز بعد از اینکه میاین خانه تان تلک عشرتون کامله ای در روز کامل است ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلک این می دارو روزه و دیگه قربانی کردن لمن از برای کسایی اسلامی کن که نباشد اهل و خانوادش حاضر المسجد الحرام در نزدیکی مسجد حرام در مکه نباشد اگر کسی اهل مکه بود باید با بالایش نیست و اتقوا الله از الله بترسین احکام عملی کنین و علمو یقین کنین ان الله شدید العقاب الله سخت عذاب دهنده کسی که نافرمانی اوامر الله را کند الله سخت عذاب میده یکم تو میگه غفور الرحیم است غفور الرحیم در جایش است در جایی که عمل نیک بکنی توبه بکنی اگر عمل نیک توبه نکنی گناه کنی با شدید العقاب است بعضی گناه کده میره میگه غفور الرحیم است همین هم وسوسه شیطان است بعضی ها را خراب کده در این آیت الله متعال قبلا احکام نماز روزه احکام سیاسی را بیان کرد نماز روزه زکات آله موضوع حج بیان میکنه رکن پنجم اسلام حج است احکام حج ماه ها است میگه مباشرتا میاد بعد از ماه رمضان چی میاد؟ ماه حج رمضان بعد از چی؟ شوال شوال الحج و اشهر معلومات یعنی ماه حج است بعد روزی تگیرت یا حج برو آیات قتال الله ذکر کرد آنچه که مهم بود در ماه های حرام تعرض مشرکین چی جایز است چی ناجایز است حکم مهتاب بیان کرد برای چی است اوقاتش گفت حال الله بیان میکند مسلمان ها را که به حج میرون مثل که رسول الله هم اراده کرد که حج برود مشرکین مانع شد و صلح حدیبیه واقع شد نه در سال ششم هجری باز قضایی را اراده کرد در سال بعدی باز اصحاب ترسیدن که مشرکین خیانت میکنه در سال ششم رسول الله هم اعلان کرد که من اراده دارم که در مکه میرم عمره را اراده کرد گفت عمره میکنم مشرکین نماندن با وجودی که ماه حرمت بود در ماه حرمت ماه عزت جنگ حرام بود و هم احترام داشتن این ماه را به اساس دین ابراهیمی رسول الله هم احترام داشت دو چیز اصل رسول الله هم خواب دیده بود خب که در سال ششم هجری میره ده هست خواب دید که میره خواب رو پیامبر وحی است حرکت کرد و مسلمان هم دیگه شش هفت سال از مکه دور هستن وطن اصلیشان بیت الله یک مکان مقدس احب البلاد الی الله
محبوب ترین شهرها با الله. خودش تقدس داره، با وطن تام باشه. صحابه ندیده بودن. رسول الله صاحب اعلان کرد که ما از عمره میرم. کی میره؟ 1400 صحابی آماده شد. خب با وجودی که جنگ در بین مسلمان ها اونا هست، چندین جنگ ها رو هم زدن، نه؟ جنگ بدر، کبرا و صغرا، جنگ احد، چند نوع جنگ، جنگ خندق، احزاب، چندین جنگ شده، دشمنیش شدید، آتش بس هم نیست، صلح هم نیست. رسول هم حرکت کرد. چرا رسول هم حرکت کرد؟ با وجودی که جنگ هم بود، دو دلیل بود. یک دلیلی که ماه حرمت است، ماه حرمت جنگ کردن در دین اسلام حرامه، در دین مسلمان ها، زیرا اونا هم دین ابراهیمی بود. دوم علت چی بود؟ دوم علت ای بود که مشرکین در دین خودشان همی بود که یک کسی هر قدر با ما می جنگه، زمانی که به حج میاد ما کتش کار نداریم. در جای جنگ جنگ میکنیم، در جای عبادت عبادت است. این دینشان بود. دینشان امیر حکم میکرد و پیش از آمدن رسول هم به او پابند بودن. کتی قبیله جنگ میکردن، وقتی که به حج میامد چیز نمیگفت، مانش از بیت الله شده نمیتانست، من نمیکرد. اما رسول هم که آمد، ظالما خیستن امی غیرت جاهلیت گرفتشان، نماندن مسلمان ها. داوده بیان در 20 کیلومتری بیت الله که رسیدن، نفر ها روان کرد. چرا آمدیم؟ گو ما خب برای من لباس های سفید احرام بسته کردیم، برای عبادت آمدیم، میریم بر جنگ نامدیم. گفت نه، ما قبی غیرت نیستیم، 6 سال که ما جنگیدین، شما چقدر ما را کشتین، حالا من عبادت تانام میکنین، عربا خبرشان باز شما کلانکاری کنین که هم کشتیم هم عبادت کردیم، هیچ چیز ما را گفتن نتانست. نه، گفت ما شما را نمیمانیم. گفت ما حرام نیست. گفت باش. گفت در دین تانی نیست که برای عبادت کسی را مانع نشه. گفت باش. کافر هیچ تعهد نداره، به دین خود پابند نیست، فقط منافع خود میبینه. همیال هم کافر هم میتور هستن. این که میگن حقوق بشر، اطفال، زن، عدالت، این گفاه نی؟ حقوق زن، آزادی بیان، اینا این کلش دروغ است. وقتی که منافعش را خطر بود کلش زیر پای میکن. یعنی می ارزش به یک ارزش کافر باور نداره. اینا رسول الله صلی الله علیه و آله نماندن، گفتن ما نمیمانیم. وقتی که گفت نمیمانیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله موجا گفت که خب چی گپ شد؟ گفت تا که صلح نشه، نماینده خود روان کرد، خبر شد که عثمان شهید شده. اوهو. بعد از صحابه را گفت بیاین بیعت کنین که حال دیگه که آمدیم با قوت در مکه داخل میشیم، پس نمیریم. در زیر درخت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، کلی دستار ماند، تعهد کردن به جهاد، یعنی به جنگ آمده بودن. باز قرآن نازل شد، سوره فتح هم آموزه نازل شد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بدون شک الله راضی شد از مؤمنین که بیعت کردن در زیر درخت. تعدادش چقدر بود؟ 1400. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسایی که با تو بیعت و تعهد کردن با الله کرده. ید الله فوق ایدیم، الله میگه دست الله به بالای دست از اینا، الله میگه دست من با شماست، آفرین دهی بیعت برین. وعد لهم جنات، الله برتون جنات را آماده کرد. این بیعت که میشد که حالا عمله کنن، دیدن که عثمان پیدا شد. عثمان رفته بود، آواز آمد که شهید شده، نماینده رسول الله هم دامادش دید که در شطور یک نفر پیدا شد. اوه پس هم چی گفت شد؟ گفت ما ای زرطال خوردم، مرا نکشتن، عزت و یا کردن، ولی جاهل هستن، میگه صلح شا، بدون صلح ما نمیمانه. خب مثلا خیر سال ما عمره آمدیم صلح، حال مسئله صلح که پیشنهاد کرد شرط ماندن، یک شرط چیز که امسال حج عمره کسی نمیتان. 12 روز را فاصله است از مدینه به مکه، مردم آمده، چقدر تکلیف، چقدر مصرف. امسال پس برین، به خاطر که امسال به اجازه ما آمده بود این سال نشده بود، عرب ها خبر شدن ما کم میم پیش قبایل عرب. این فقط این افتخارات این گپا بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله قبول کرد. این شرط سخت تمام شد با مؤمنین. حسن عمر گفت ما گفت بی غیرت نیستیم که شرط قبول کنیم. عمر بسیار قار بود. دیگه شرطی که اگر شما می آید به طرف ما بر شما نمیتیم، مشرک میشه مؤمن. اگر از ما پیش شما رفت شما به ما بتین. اوه این دیگه مصیبت.
علی صلح به این خاطر است و صلح دائمی پیشنهاد کرد. رسول الله هم رد کرد، گفت برای 10 سال. یعنی صلح مسلمان با کافر دائمی نیست، 10 سال. نهایتش 10 سال. 10 سال گفت باشه. خب این گپا که ماندن مشرکین شرط، این بسیار دیگه سخت بود. که حالا خواه اگه صلح هست خواه ما می دعوت بتیم که اینا مسلمان شد. خواه فایده صلح چی شد؟ یک شرط دیگه هم بیدینه یک کار دیگه هم کردن که گفتن که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من محمد ابن عبدالله رسول الله، گفت رسول الله را خد دی، گفت ما ایر قبول نداره. علی نوشته می کرد پیمانه خواه، رسول الله صلی الله علیه گفت خط دی، گفت نه میتونم یا رسول الله. خط خالما گرفت سرش خط کش کرد، این یه خط کش کرد رسول الله، گفت خیر است. این پیمان امضا شد که بچه سائل ابن عمر کلان مشکین نماینده مشکین در صلح بود، ابو جندل مسلمان شد آمد. یک بیادرش در صف رسول الله سلام بود، او بیادرش بسه بود، گفت که من مسلمان شدم یا رسول الله، من مسلمان خوشحالی کده آمد که شما نزدیک مکه شدین، اینم آمدم. علی سو ناو امضا شده، دو دقیقه سی دقیقه تیر شده. یک دفعه سائل گفت که رسول الله گفت جمع مایده امضا کردی که کسی بیا او را به ما تسلیم میکنی، یام بچه ازید که بطه بچه ما. رسول الله سلام گفت بله، گفت ما امضا کردیم، گفت بگی بچه تا پاسی را گرفت. حالو گفت بله یا سال الله، حال من مسلمان شدیم، من مسلمان هم را نجات بده. و گفت بیا که مکتید کار دارم. گفت ما چی زابطم تو را، گفت تو آمدی مسلمان شدی. ولی الله حکم کده بود بر رسول الله سلام. عمر گفت ما گفت رسول الله نیست، یه ققار شد، گفت دین حق نیست. گفت ما مسلمان نیستیم، اونا کافر نیستم. گفت چرا؟ باز رسول الله سلام گفت که ای عمر مربان، این الله لا یزینی، الله مرا زایی نمیکن. باز فهمید که حکم الله است، یعنی گفت نظر من نیست، اجتهاد نیست. هو وقتی که صلح شد سلمان ها را گفتن این سال بریم، باید به سال آمدن که رفتن در آن دیگه در مدینه رسیدن که یک کس دیگه ابوالبصیر مسلمان شد آمد. مسلمان شدم آمد، که آمد رسول الله هم گفت ما تعهد کردیم که اگه اونا بیان گفت تسلیمت میکنم. رسول الله هم تعهد خدا نمیشکست، هرچی سخت میبود نبود که مشرکین رسید یک نفر نماینده این را با ما تسلیم کن. این تسلیمش کرد، که تسلیم کرد در آ رفت تا اینجای شمشیرش را گرفت گردن مشرک زد، پس آمد گفت یا رسول الله ای را کشتم. پس آمد او چرا این کار کردی؟ تو باید می رفتی. نبود که سه تای دیگه آمد گفت که بته ای را با ما تسلیم کن، نفر ما را هم کشتم. پیمبر صلی الله علیه و آله ببرین رفتن. باز این قصر مسلمان ها سخت تمام می شدی که بسیار سخت است. اوکی که رفتن بازی غیرت کرد سعی کن امی سه تای دیگه را هم کشت در آن باز کشتشان، که کشتشان دیگه دید که راه نیست. در بین مکه و مدینه یک کوب و جنگلزار دونه موجه سنگر گرفت، نه اوجا رفت نه اینجا. راپور روان کرد که هر کسی در مکه مسلمان شده بیا اینجا پیش ما. کل مسلمان ها آمدن اینجا، چند تا شدن؟ 20 تا شدن، جور کردن اسلحه و شمشیرها و اینا. راه مشرکین قافلش آمد راه را گرفت، چیزی که گفت فارد از گندم دورش بده نمید دامنه کوهنی دور دادن، خورما هست چی هست ای که فریمانی شد. حال اینا یک جبه دیگه جور شد اینجا دیگه. او خبر شدن که اونجا یک سنگر است، قافله را دور دادن دیگه هم آمده رفت. حالی دعوت هم شروع کردن میگه بین اینجا بین اونجا نرین. یه را که شروع کردن مشرکین دیدن که چی مصیبت شد، تجارت خراب شد. پیش رسول الله آمدن گفت یا رسول الله من فرایت، گفت ببر به طرف خودت. گفت نه، گفت ما اختعاد کردیم که من ایره نمیگیرم. گفت نه نه، گفت ما بر رضایت خود میگیم در مدینه باشه، اینجا نباشه. وی با ما مصیبت جور کردن، صلح خراب شده، هر کاروان تجارتی که میره اینا دورش میته. در دوران مجاهدین که میگه بود در سالنگ نه متراک میامد دورش میده طرف پنشیر. هی تو متراک بود که قوم مجاهدین پیسه دار بودن دوا گوسفندا بود زب هم میکردن در جای در ننگرهار هم میکار میکرد در ولایت ده همین کاروانا را دور میدادن. سعی کو باز وقتی که این پیام آمد رسول الله هم گفت بیا این طرف ما، ای که آمدن خوشحالی کرده. چون که سر گپ گفتم بیا تا جایی را برسانیم. خب
دیگه بسیار یک روز خوشی بود و مسلمان ها ولی سعی کنین پس که رفتن وقتشان ضایع نشد. خیبر در نزدیکی مکه بود، وقتی که مسلمان ها در مثال ششم هجری به مکه دور خوردن، اینجا الله حکم کرد که خیبر برین یهود خیبر رو شروع کنین. فاتح خیبر بیرق داد به علی، حرکت کردن، ایق غنیمت گرفتن، سرزمینایشان فتح کردن، رفتن طرف مکه. یعنی آمدنشان ضایع نشد. و وصول الله میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا، این فتح آشکارا. رسول الله پیشنهاد صلح نکرد، کافرا کرد و رسول الله قبول کرد، پیشنهاد از اونا شد. قرآن میگه فان جنحوا للسلم فاجنح لها، ای کافر صلح میکنه صلح بکن. چرا؟ اسلام دین صلح است، اسلام دین سلامتی است. اسلام فقط جنگ نمیخواد، صلح میخواد، ولی کافر که صحیح صلح کنه، نه که نامش صلح بانه و بکشه، ای تو نه. صلح میکنی بله، جنگ میکنی؟ اسلام دین جنگ است با کسایی که میجنگن، دین صلح با کسایی که صلح میکن. اما حاکمیت خود را نمیخواد زیر پاشا. قانون، نظام و این باید از اسلام باشه. دنیا را رهبری باید اسلام بکنه و مسلمان ها. مسلمان های کتابیدار اسلام است. این همین طبیعت اسلام است، همین مزاجش است. کسی را قبول نداره، ایرا اگر ایرا خشونت میگه بد میکنه، نه خشونت از دهی، نه شدت است، نه کدام گپ سخت است. حال الله اینی آیت روان کرد به میخاطر این حال رسول الله هم دهی سال خونه مان، به دیگه سال که میرم باز احتمال چی بود؟ همین خیانت بود که باز نمانن، اونا خب پیمان شکن بودن. مشرکین یکی منافقین انتقاد کردن که پیامبر خواب دیده، چه قسم خواب بود که میرم نه حج شد نه عمره شد. الله آیت در سوره فتح روان کرد که لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام، که بدون شک الله راست کرده از برای پیامبر خود خوابش را که حتمی در مسجد حرام داخل میشه. ان شاء الله که الله بخواد آمینینا با امن هستین، لا تخافون نمیترسین، محلقین رؤوسکم و مقصرین. بعد رسول الله صلی الله گفت سرایتان بتراشین، مردم نتراشید، باز خودش شروع کرد، باز بعضی ها کم کرد و بعضی ها تراشید. باز حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت الله مغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر می تراشه ببخش اینا رو. صحابه گفت که والمقصرین، کسایی که کوتاه میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت الله مغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر تراشید اینا رو ببخش. صحابه گفت که والمقصرین یا رسول الله، همین کسایی که کوتاه کرده هیچ تو میشه. باز رسول الله صلی الله علیه و آله گفت الله مغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر تراشید سه بار دعا اینا رو ببخش. با صحابه گفت این مقصرین چطور میشه که کوتاه کرده یکم تا کاکل میمانه. با در چهارم مرتبه گفت ول مقصرین، مقصرین هم ببخش. باز رسول الله صلی الله علیه و آله بازگشت کرد، آمد بسیار با قوت نیرو دیگه. باز به سال بعدی بود حج عمره که رفت، مسلمان ها مسواک میزدن و دیگه همی تو با پالوانی کده پیامبر صلی الله علیه و آله گفت دمیسی اول برین که زورتان کافرها ببینن، این حالت صلح است. با مسلمان ها همی تو دیگه چی کردن؟ رمل کردن. خیم تو میرفتن مشرکین که سعی میکرد میگوان ای یا قویستن همین تو قوت خدا نشان می. مسلمان باید با کافر قوت خدا نشان می، نه که مشواره این خود ایست و خیزی و سخ هیچ چیز نه، همین اگام تو ببینی نه بی ایمان بزدل چیزی خدا نشان می تا ای تو میکنه گایستو میکنه گایستو میکنه ایست و خیز میزنه چاپلوسی میکنه. نه، مسلمان باید قوت نشان بده، از کافر نباید بترسه. و چون که خطر سال بعدی همی بود، الله میگه اتم الحج و العمره لله، اتمو تمام بکنین حج، چی معنا ادوهما تامینا، ادا کنین حج و العمره لله، برکان و شروطش لوجه الله، بخاطر الله، بخاطر رضای الله. حج میکنی لله باشد، عمره میکنی لله باشد، اگر بخاطر مردم بود بازه این دیگه. هر کسی که حج کرد ده دفعه مردم حاجی نگفتش قار شد، فهمیده میشه که این می آدم بخاطر مردم حج کرده. اگر نه بگوی نگوی، هر قدر بگو مر حاجی نگو، مردم میگید بخاطر الله می حج بکو، بخاطر الله عمره بکو. در اینجا وقتی مو اتفاق علماس که هر عملی را که انسان نفلی شروع کنه واجب نمیشه آخر کردنش مگر حج عمره.
حج عمره را حج که می شروع کردی لبیک اللهم لبیک گفتی، باید مریض شدی یا مشکل شد و فرض سرت که را باید آخر کنی، اگر حج نفلی هم باشه. اگر عمره باشه کمی احرام بسته کردی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، خلاص شد دیگه. اینا لی اینمی عمره سرت فرض شد. حکم عمره چی است؟ حکم حج واضح است که کسی پول پیدا کرد فرض است، نکد نی. ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از برای الله به بالای مردم حج بیت الله کسی که توانایی راه را داره. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسی کافر میشه انکار میکنه الله بی پرواست از آن مخلوقات. حکم عمره چیست؟ در اینجا دو نظر است. اکثریت میگه سنت است، ولی محققین میگن واجب است. دلیلش میگه الله میگه و اتم الحج والعمره لله، اتمو امر اقیم الحج، برپا کنین حج عمره را لله، برا الله امر کرده. میگه اینا میگه الله امر کرده. مذهب میگه اتمو گفته، از اتمو فهمیده میشه که اتمامش میگه واجب است، اتمامش پورا کردنش، نه که ادایش، آغازش میگه نه، آغاز عمره میگه واجب نیست، اتمامش که است، تکمیلش که است، بازی واجب است. ولی ما از ظاهرش دیگه والله عالم کس توانایی پیدا کنه واجب است دیگه. و اتم الحج والعمره لله، پورا کنین به صورت کامل انجام بتین حج عمره را لله خالص است برای الله. حج در لغت به معنی قصد، اعمال زیاد است، سه چهار روزه در بر میگیره. چطور حج شروع میشه؟ که آنها نیت میکنی، غسل میکنی یا وضو میکنی، غسل بهتر است، باز احرام بسته میکنی، هر وقت که لبیک گفتی دو رکعت نماز بخوانی مستحب، خلاص دیگه شروع شد. از این میجه حتی از این میجه شروع کن، میشه این از میدان هوایی. یا اگر کسی نکرد مدینه رفت، در مدینه میفهمید مدینه بری اونجا متعادی برو، با در اونجا که از زل چیز است، مسجد چی است؟ زل حلیفه، در اونجا که است باز میری وصل میکنی اون احرام بسته میکنی میری. آجایی که اینجا مکه میره آجا نیست که اینجا چیز کنه، مدینه آجایی که اینجا مدینه میره، بخاطر هشت روز اونجا که احرام گشتن در مدینه یک مصیبت است. اگر نه کسی در مکه میره باز خوب است که نه تیاره بیزه دیگه توقف نداره، اینه میشه کل چیز تبسته که آماده اما تو نیت تام بکن، میشه تیاره سقوط کنه اما نیت حج باشی لبیک اللهم لبیک، عبادت حج شروع کرده باش. اگه تیاره سقوط هم کرد حدیث صحیح، بشرط نیت که صحیح باشه در روز قیامت اینه میگه لبیک گفته میخیزه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، بسیار حج هم بسیار ثواب دار. من حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کسی حج بکند من حج لله بخاطر الله، نیتش دیگه هیچ چیز نباشه الله باشه. فلم يرفث فحشا نکند، کار فحشا فسق نکنه، جنگ نکنه، رجع بازگشت میکنه كيوم ولدته امه، مثل روزی که مادر شیر تولد کرد. بسیار درجات همی یک بهانه است که الله مؤمن میبخشه. ولی دی وقت ما که میبینم و رسول الله هم در حدیث بخاری چی میگه؟ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، حج مقبول نیست جزایش مگر جنت. حج مقبول چی را میگه؟ که دو رفس نباشه، گپ فحشا، جدال نباشد، فسق نباشه. ولی آجی که ایسی کار نکنه ما دیگه نه دیدیم، ما میگم در اونجا یک جنگ که نکنه، جنگش خزینه میچ شروع میشه، از میدگاه که موتر بالا میشه او چوکی را کش بی چوکی را، خب جنگش از در تیاره بالا شدن جنگ، در داخل تیاره چوکی ها را خوبه بگی نزدیک کلکین باشم زیر سعی کنم. حالا گفتم تو هم چکر زدن اومدی یا عبادت کردن؟ نه، هر جایی که جای بود بشی فکر میکنه که والا یک تیاره پر میشه من میمانم. من گفتم مو برین، یک سال من رفتم کلا پیش میفتم مدام کون تیاره میباشم، اما آخر آخر دم آخر تیاره بودیم قفایده بود، تشناب همونجا نزدیک بود، خب گپ میشد داخل میشد در تشناب آرام بودم. این شما زده نکه همونجا جنگ هست، در تا شدنش تیاره استاد نکده وقت آجی ها استاد شد،
او که کمی برگ میکنه هفتی سر زن دیگه کرد. او رده او رده چون زن مرا زیر پای کردی؟ اینه میشه. در تا شدنش جنگ، ما در مدر بالا شدن. تا این که اتاق میگیره در اتاق گرفتن خود چندین جنگ اونجا میزنن. خب دان و پوزش میده شده برای چی آمدی؟ برای هج آمدیم دیگه. بعد از او باست این که فحشا خب بیخی دیگه. هر زن اونجا خواهد در کشوره. یک سیا پوست نکیدی تا آخرش میکنه تا یک جای. ای میرسه ای که چی بلا هست چی میگه دیگه شد تا این جای میرسه زنهای مردم هست دیگه شد تا دیگه جای میرسه هم ای کارام خواست و ای قصه ها بکوده ای مارکت ها چه کرده اونه ای رو ببین او رو ببین فسق اونجا نماز ها پنجگانه هست ای خواه هست قرار ها؟ نماز نمی حتی وقت نماز هست نمیخوانه نماز هست پنسه تا می در پا بیفته وقت در جم میزنیش خب ای قیخیان دزدی میکنه ما دست می آجی ها دوزدا یقین که پیسه را در داخل اتاق مانده نمیتون اتاق میزنم اگر در کمربند هم میمانی همین خوشو از بین رفته دستای دینمی جد باشه نی همین فکر توس شد وقت زده سعی که کمربند نیست اونجا که پیسه تا زد گدایگر میشی دیگه خوجا کسی نیست نه خانه است نه دیگه یا کسی $2,000 در جیبش بود ری سفید بود بیچاره از بغلان بود کم پیسه تا گفت کم سعی کرد گفت پیسه نیست و چند زوف کرد بچه خیلی دو سه ساعت بعد باوش آمد گفتن جور شده ایچا گفت چه گفت شده گفت پیسیت گم شده توبه باز بازش خراب شد من چیم که کی باوش آمده بود چه قی ظلم است 400-500 نفر از این مردم افغانا ویزه سرقت هم میگرفتن که زمین آجی ها بزن ایچ تو خراب شده حالت خراب است اینی وضعیت آجی های افغانستان است بازم 20 روز که تیر شد او سلیش خلاص است کی میریم؟ رئیس مرا گفت گفت یک نفر آمده میگه رئیس صاحب حج تام کردیم عمره تام کردیم 40 نماز تام پوره کردیم دیگه از ما چی میخوایی؟ یادم رئیس مدینه بود میگه سونی سعی کردم ایران ما گفت ما حجی صاحب همی حج عمره رو همی رو بما کردی گفت دیگه چه از ما چی میخوایی؟ روان کن مرا گفت ما اینجا نوبت هست اینجا هر کس میگه من میرم بیشی هم اینجا جای عبادت هست مسجد نبوی یک نماز هزار نماز اونجا یک نماز یک لک نماز چی میخوایی تو؟ نه والا و سلیم خلاص شده از افغانستان زنگ میه کل این ترتیبات گرفته کسایی را دیدیم که والله کفریات گفته بخاطر آمدن کفریات میگه از اینجا میره مسلمان میه کافر مردم دست شماش میکنه که یه اش کده یقین که به کعبه را داشت نام داد این شنیدم به من گوش خب دو تا جنگ کردن زدن دادانی از او که تو چرای تو میگی؟ گفت چی حال هست؟ گفت 40 روزم تیر شدم مرا روان نمیکنم بعضی میگفت چی بد کردیم که ما آمدیم؟ اینه می تو میگم فقط 20 روز این 20 روز که تیر شد وضعش خراب است. این چی حال هست؟ الله نجات بده. اول من که فکر میکنم یاجی ها دوسته ما درس بخوانم عظمت بیت الله دیگه گفته شود ولی کسایی که میفهمن همین 40 روز مثل 4 روز تیر میشه میگه کاش که یک ماه دو ماه دیگه باشه خوش میباشه یکی خوب مشکلات زیاد است یک کسی که تواناییش چی است همین تنها نبیا خانمش کتیش باشه اصلا به خاطر بی خانم یا وضعیتشان خراب میشه ما که دیدم خب حالا میشه خانم تکتید خانمش کتیش باشه بازو خیلی گفی نیست تنها که بود باز هم تو دیوانه میشد و اتم الحج و العمره لله پورا بکنین حج را ادا بکنین کامل با ارکان و شرایطش عمره را لله خالص است برای الله فاین احسرتم اینا این سال هفتم مسلمان ها دیگه میخوان که برن نی اگر احسرتم منع شدین احسار چی را میگه یکم تا که میگه این شرکت ها همی تیل انحصاری کردن نی منع اگر شما منع شدین یا از ترس دشمن منع شدین یا جهت مرض بعضی معمیر احسار عام گفتن مثلا چی منو اینجا بسته کردی کل چیزا حال بیامنی شد نه در دبی رسیدی می وضعیت سعودی خراب است این بری جنگ از این طور است کدام گپ شده اوسیا مثلا حمله کرده حالت خراب چی میکنی میشه یا می تو رفتی تا دبی مریض شدی یا در مدینه سخت مریض شدی وضعیت خراب شد اینال الله میگه اذا احسرتم وقتی که منع شدین شما
اسباب زیاد است، یا دشمن است از اتمام حج عمره، مرض است، دشمن است و اراده کردین که خود حلال کنین دیگه حال امکانش نیست. فما استیسر من الهدی، احرام که بسته کردی همی لبه که گفتی و لباس پوشیدی بسیار چیزا سرت حرام میشه. خب مثلا ناخون تا گرفته نمیتونی، موی گرفته نمیتونی، شکار کرده بسیار کارا را کرده نمیتونی، حال میخوای حلال شوی فما استیسر من الهدی فعلیکم، ببالش ما واجب است ان تذبحوا، اینکه ذبح کنین ما استیسر، آنچه که آسان است من الهدی از قربانی حیوان. هدیه چی را میگه؟ قربان حیوانی که به خاطر حج بردن میشه. او چی است؟ بدنه باشد، بدنه شتر، گاو باشد یا گوسفند. بعضی هم میگه که گاو و شتر باشد، ولی الله میگه استیسر، آنچه که آسانه. آسانش این گوسفند است، یا گوسفند ذبح میکنی خلاص. در کجا بند میشی؟ در هر جایی که بند شدی اینو مجذب خدا بکش. مثل که رسول الله هم در حدیبیه بند شد و 70 شتر به امراش گرفته بود، اما مجذبش کرد سر خدا تراشید، پس دور خوردن رفتن. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا احرامه که بسته کردی یا زن نیت کرد، زن امو لباس خودش است، زنا فقط لبیک اللهم لبیک میگه، لباسش امو از خودش است، چیزی که سفید است، سرخ است، هر سیاه است. ولا تبلغوا تحلقوا رؤوسكم، نتراشین سرایتان مردا را میگه، زن خود نمیتراشه. حتی یبلغ الهدی محله، تا اینکه برسد قربانی در محل خود. ولا تحلقوا، چی معنا؟ خود حلال نکنین از احرام، خود بیرون نکنین از احرام. بچی به حلق تراشیدن یا کوتاه کردن، حتی یبلغ الهدی، یعنی حتی یصل الهدی، تا اینکه قربانی برسد محله او در مکان ذبحش. مکان ذبح حرم است یا در جایی که بند شدی، یک جایی که بند شدی اون موجه ذبحش کن. سابق که بود آجیا که می رفتن سابقا همین قربانی ها رو می بردن، اونجا نبود دیگه، یک زیاد نبود فروشی، هر کی که خود یک گوسفند چیز شطور چیز چیزا رو می برد، حال خود نمی برن، حال خامون جهست. خب فمن کان منکم مریضا او بیدا من راسی ففدیه من صیام او صدقه او نسک. فمن کان، هر کسی که باشد از شما، یعنی احرام که بسته کردی سرت زده نمیتونی. خب چی مانا کل کده و یا نمیتونی؟ اگر که چند روز مثلا سابق پیاده بود، خب از اینجا که مردم میرفت یک ماه دو ماه نی دیگه سر تراشیده نمیتونی، و این میخاره یکم چیزا شاید پیدا شوه، این تو اماما و چیزا هم نبود، حال خصولت هست. کسی از شما مریض باشد یکم دفعه میشه مریض شد، کسایی که احرام کرد او بهی اذن، یا بینمی محرمی که احرام حج بسته کرده، اذن من رأسی، تکلیف در سرش باشد، تکلیف در سرش چیز اش پیش پیدا شد، این چیزایی که میکنه نی سره حشرات سر پیدا شد. یک صحابی میگه که مرا که رسول الله هم دید همیش پیشا میگه بیخی سر کده بود، گفت که به تکلیف هستی؟ گفت ما، میگه گفت سر تا بتراش بس یک فدیه بده، دیوازش یک چیز بده. و در سرش مثلا شپی سردردی یا چیز اینال میخواهد که سر خودا بتراشه، فعلیه فدیتون، ففدیتون واجب است، ببالای فدیه. و فدیه چیز من سیامن، سه چیز است، یا روزه بگیرد سلاست ایام سه روز روزه، سر بتراش سه روز روزه بی، او صدقتن یا صدقه کند به سه سا به شش مسکین، شش مسکینه سه سا خورما بتا، سه ساش نیم سر چهار کیلو گندم هر مسکینه، و چهار کیلو گندم بتا، یک سایش خب پیمانه چیز میگه با مذهب حنفی نیم سر میگه، دیگر هم میگن دو کیلو خود دو نیم کیلو بگیرش، چیز کم دو نیم کیلو، دو نیم کیلو که از سه شش یعنی تقریبا یک سر میشه، به شش مسکینه میره بتا، یا خورما باشد یا گندم باشه، برنج باشه، همین چیزا. یا چی بکند؟ یا ای که او نسک یا قربانی کنه، قربانی که یک گوسفند، کم از کم گوسفند ذبح، یا یک گاو یا یک شتر ذبح کن، خلاص دیگه میتونه سر تراشیده به حج خود ادامه بده. فاذا امنتم فمتمتع بالعمرة الى الحج، هر وقتی که به امن شدین، به امن از دشمن شدین، یا ای که در اول امن هستین،
فمن تمتع، هر کسی که بهره میگیرد استفاده میکند، بالعمره، با عمره الی الحج، با عمره حج، یعنی در جریان حج عمره میکنه. این را که میگه حاجی متمتع، کسایی که میره و حاجی افغانستان کلش متمتع است. یک قارن است، قارن نیست که حج آسان برای مردم تمتع است. در سه قسم حج است، یکی حج افراد است تنها، یکی تمتع است، یکی قران. افراد خود تنها حج نیت میکنی، اونا که رفتی اینه می احرام تاست دیگه، او هم سخت است به مردم ما و شما. مثلا بعضی وقت اینه می آجا 20 روز پیش میره، 20 روز پیش که میشه نیت کردی اونا محرام در جان تاست. احرام که بود ناخون گرفته نمیتانی، سر تراشیده نمیتانی، غسل بسیار که میاد برا احرام نمیتانی، باید سر تا استاد ازده میاد که برا، خوشبویی زده نمیتانی، از خانم استفاده کرده نمیتانی، اگه خانمت باشه، خانمی که ازدواج کرده دیگه بسیار کارا است دیگه، تو در محدودیت هستی، سرت پوشانده نمیتانی، سر باید لج باشه پوشانده، یک رو سرت خون میگرده. یعنی اینا قران چیست؟ قران نیست که میره عمره را میکنه خود از احرام نمیکشه، این هم سخت است. اونجا هستی دیگه تو حج فرضی را انجام بدی، بسیار تکلیف است. اکثر دلایل که ما دیدیم ثواب در تمتع. تمتع چیست؟ از همینجا که میری نیت عمره را میکنی، خب بس که می رسیدی اونا احرام در جان تست، اف بار طواف، سعی صفا مروه سر می تراشی، خلا لباس ها را می پوشی، خوشبویی است، هر جایی که می گردی سر می پوشانی، خانم است اونا استفاده می کنی از خانمت، خو این کلش جایز است. یکم تو فکر می کنه که از همینجا که رفتی که خانمت قرآن گفته هیچ گب نزنی، اگر از شام خلاص می شه هیچ گب نمی زنه. یک واجه همی تو آمده بود، کار خدا خلاص کرده بود، یعنی تواف هم کرد دیگه، جمرات هم زدی باز خانمش دیگه حوصلش خلاص شده بود، استفاده کرده بود از خانم خود. من را گفت چی کار شد؟ من گفتم اوهو تو خب بسیار مذاقش کردم، حج خراب کردی. میگه چی بکنم، چی جرمانه بتم؟ گفتم والله یک شطور. گفت هر چی میگی میتم. با خود برش گفتم که نه حجت خلاص شد. بیچاره نمیفهمن، حالا من کسی که حج میره یک دو ماه خود درس بخونه، تربیه شوا دیگه، بسیار گپ داره حج، زیاد گپ داره. ما صرف در ارتباط اینجا گپ میزنیم. این حال عمره، فمن تمتع، کسی که بهره میگیره استفاده میکنه، بالعمره، با عمره الی الحج، مع الحج، با عمره حج، هم عمره هم حج. ولی کسایی که میره از اینجا یک بار اول عمره کند، یک بار هم که حج خلاص کرد اگر بیرون برآمد، اینه میست اگر بیرون برآمد. اونجا مردم ها که هست یک افتاد عمره خو میکنه، خب افتاد خصوصا همی قندار و هلمند، هر روز که میدیدیم 2 بجه شب میبرامد، 3 بجه چی میکنی؟ عمره تزم. حالا گفتم همی سر تراشیده پوست موست مانده چیزی نه، گفت همی تو، گفت همی چی را که هست همی پلا مقصد همی تو، همی تو میکنیم دیگه سو باز. چرا؟ گفت میگفت مرا گفت که یه عمره چی ده اویازر مصرف لاری، اویازر افغانی دلتا مفده وکه 70,000 مصرف داره. گفتم چند تا عمره کردی؟ گفت یک 40-50 تا شده دیگه هم کده رایست تا که زنده هستم. گفت می حتی در یک رو 2-3 عمره میکرد، یکی صبح یکی چاش خونه برو تا همو تنیم آیشه نی 12 کیلومتر، یک رو پیدا رو پا موتر میبرن میرفت موجه لبه گفته میامد پس میرفت موجه. من گفتم نکوی کاره او را که گفته میشه، میگه تو از عج منم میکنی. کسی که فایده بگیره با عمره، با حج، با عمره حج، باز با بالای ازی هم چیز فعلیه ما تیسره فمستی سره ایفا کس یک فعل پیش ازیه، با بالای ازی واجب است آنچه که آسان است از قربانی، قربانی را ذبح کنه به خاطر شکر الله. این قربانی عید نیست، این شکران، این حدیه شکرانه است ولی واجب است که اقلش یک گوسفند است، اگر این گاو باشه، شتر باشه، یک تا باشه، 10 تا، هر قدر زیاد باشه ثوابش بالا. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، کسی که پیدا نکرد، بعضی ها فقیر است پیسه نداره، یک گوسفند مثلا $100 است، امیر میگه نمیشه یا سختی میکنه پیسه شام نداره، الله میگه فصیام 3 ایام، کسی که می قربانی شکرانه، این شکرانه کدام نعمت است؟ هم حج کرد هم عمره، در یک سفر 2 عبادت انجام داد. این شکرانه انجام بده که
سه روز روزه بگیره در جریان حج، پیش از اینکه در عرفات منا میره سه روز روزه بگیره. فصیام ثلاثت ایام فی الحج، در جریان حج یک در روز عرفه روزه نگیره، ممنوع است، مشکلات تا سختی است، پیش از اون میتانه روز منا و غیره. و سبعت اذا رجعتم، هفت روز دیگه وقتی که بازگشت کرد، یا خانه آمد یا حج خلاص شد، دونم خود بیت الله میشه در روز 20 روز است اونم میشه خلاصش کنه، در روز روزه بگیره. خب این معلمین حج که بود اکثر شمی تو میکردن، خب معلمین حج نیم پسی خدا مصرف نمیکنن، میگه حالا $100 یک گوسفند بیا که میره روزه بگیریم. تلک عشرتون کامله، الله میگه اینمی ده روز کامله است، یعنی از ذبح کفایت میکنه ده روز روزه گرفتن، ثوابش مثل ثواب چیست؟ اینمی ذبح قربانی است، ده روز روزه. ولی در اونجا روزه گرفتن در روزای گرم و مردم خوراکی بسیار سخت است، در اونجا روزه بگیری سخت است دیگه، اگر این ذره سردی باشه میشه. ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، ذالک یعنی اینمی حج تمتو یا ای قربانی خاص که است، لمن برای کسایی است که لم یکن نیست اهلش حاضر المسجد الحرام، یعنی در مکان سکان حرم نیست، در حرم نیست، هرچه کسی که سکان حرم است تمتو برای از اون نیست که عمره کنه و حج کنه، نه یکشم میکنه، فقط حج میکنه و قربانی هم به بالایش نیست. این کسایی است که از اینجا میره قربانی هم میکنه، عمره هم میکنه، حج هم، یا از اینجا میره بسیار جای دور آمده به بالای از اونا هست. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، بترسین از الله، بچین به اطاعت بکنین، از اوامرش اجتناب کنین، از آنچه که الله نهی کرده، و اعلموا یقین کنین ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است، که عذاب بتا عذاب شدید است، یعنی همین احکامی که بیان شد این را عملی بکنین.